احتمال انتقال دفتر طالبان از قطر به یک کشور دیگر. متهم شدن شمار از اعضای کابینه با پشتیبانی از فعالیت گروه های مصالحه غیر مسئول در ولایت غور. آوازه های افشاسازی حراج دلار پیش از فروش در سرای شهزاده شهر کابل. خواست کاخ سپید از جمهور تازه ایران در پیوند با مسئله اصلی تهران. با سرمایه گذاری در حدود 50 میلیون دلاری نمایندگی موتورهای شورلی در کابل و دوبی. برام خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 ماه اسد سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه آگست سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. واشنگتن و اسلام آباد ممکن است دفتر طالبان را از قطر به کشور دیگر انتقال دهند. شورای عالی صلح میگوید که آنان از این تلاش ها آگاهی دارند و از آن استقبال می کنند. هرچند شورای عالی صلح تا کنون از کشور جاگزین قطر چیزی نمیگوید، اما امیدوار است که این بار گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه برسند. در این حال مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد خواهان آغاز بیدرنگ گفتگوهای صلح است. سرتاج عزیز تاکید می‌ورزد که برای پاکستان آغاز این روند مهم است، نه جایی که این گفتگوها برگزار می‌شوند. شریف امیری در این باره گزارش دارد. موضوع جاگزینی دفتر قطر در سفر وزیر خارجه آمریکا در پاکستان مطرح شد. ماهاست که گفتگوها در دفتر قطر با بنبست روبروست، اما ظاهرا واشنگتن و اسلام آباد میکوشند تا این بنبست را بشکنند. این بار کابل نیز در جریان گذاشته شده است و شورای عالی صلح از این روند استقبال میکند. باید آدم به فکر فتح یک باب دیگه باشه. من عقیده دارم که تلاش های صلح باید همه جانبه باشه، امکانات عدیده را مد نظر بگیره. در گفتگوهای صلح با طالبان، اسلام آباد و واشنگتن حرف نخست را بر زبان دارند و ظاهرا طالبان نیز طرف گفتگوهایشان واشنگتن را گزیدند. اما یا سرگیری گفتگوها با طالبان این بار بیرون از قطر به نتیجه خواهد رسید؟ گفتگوهای صلح در دفتر قطر پس از آن به بنبست کشانیده شد که چگونگی گشایش این دفتر زیر نام امارت اسلامی و بر افراشته شدن پرچم طالبان خشم کابل را به همراه شد. این کار سبب شد که برخلاف تمامی امیدها گفتگوهای صلح در این دفتر آغاز نشود و اکنون دیده شود که آیا سرگیری این گفتگوها در کشور جدا از قطر به نتیجه خواهد رسید. نزدیک به 8000 مرد در 133 گروه مصالحه غیر مسئول در ولایت غور آشکارا فعالیت دارند و از مردم جزیه می گیرند. ولی غور می گوید که این گروه ها از سوی شمار از اعضای شورای ملی و اعضای کابینه پشتیبانی می شوند و نهادهای محلی توان روی با این گروه ها را ندارند. شمار از اعضای شورای ولایتی و مسئولان نهادهای جامعه مدنی ولایت غور می گویند که این گروه ها از خودشان حکومت های محلی دارند و تا کنون دهاتن را در دادگاه های صحراییشان محاکمه کردند. جابید زرجاهی با گزارش ویژه در این باره از ولایت غور. ولی غور میگوید که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول از باشندگان این ولایت به گونه ظالمانه باجگیری میکنند. و می افزاید که این گروه های تفنگ سالار توسط افراد شناخته شده در کابینه و شورای ملی حمایت میشوند. اینا عمدتاً از مردم تغذیه میکنند به شکل بسیار ظالمانه و زورگویانه. اینا اخاذی های منظم ماهوار دارند. اینا راگیری های مسلحانه و سرقت های مسلحانه دارند. اینا در قاچاق مواد مخدر دست دارن. ولی غور میگوید که نزدیک به 10000 تن افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند
و چالش عمده بر عملی شدن قانون و حاکمیت محلی به شمار می روند. بخش زیادی از اینا در مراکز بسیار مشخص حمایت میشه و حضور داره، از جمله تعدادی از اعضای شورای ملی و تعدادی از اعضای کابینه اینا را حمایت میکنن. نهادهای امنیتی این ولایت هم شمار افراد مسلح در این ولایت را همراه با جنگ افزارهای سبک و سنگینشان این گونه آمار میدهند. در شهر چخچران مرکز ولایت غور 27 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی لهل و سرجنگل 10 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی دولتیار 15 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی 400 غور 14 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی دولینه 9 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی شهرک 10 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی پسابند 20 گروه مسلح غیر مسئول، در ولسوالی تایوره 19 گروه مسلح غیر مسئول و در ولسوالی ساغر این ولایت 9 گروه مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. در کل نزدیک به 8000 تن در 133 گروه مسلح غیر مسئول در این ولایت آشکارا فعالیت دارند و بیش از 5000 جنگ افزار سبک و سنگین را در اختیار دارند. فرمانده پلیس غور هم میگوید که بیشتر افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زیر فرمان برخی از سران بلندپایه حکومت قرار دارند. برادرای ما در سطح رهبری افغانستان قرار دارند، در پست‌های بلند قرار دارند، اما در مناطق خود اینا افراد مسلح و تفنگ دارند. ما پیشنهاد دارم که برادرای ما خودشان استقلالیت وظیفه و امنیت کشور و تمام مطالب منافع اولیای وطن را درک بکنن و این تفنگ‌ها را باید خودشان پیش از اینکه ما دست به کارشیم باید اینا خودشان صلاح افراد غیر مسئول خود باید به دولت بسپارند. در همین حال برخی از اعضای نهادهای جامعه مدنی غور میگویند که شمار زیادی از باشندگان این ولایت بر اثر آزار و اذیت افراد مسلح غیر مسئول خانه هایشان را ترک کردند. اینا از خود هر کدام حکومت های جداگانه در محلات خود دارند، از خود سرانولی، محاکمه، از خود جبهات نظامی بر حال که مردم جریمه میکنند، مردم مجبورن به اینا جزیه بدهند، حواله میکنند، پول، عشر و زکات. از سوی دیگر برخی از اعضای شورای ولایتی غور هشدار میدهند در صورتی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور حکومت این افراد را خلع سلا نکند، انتخابات در این ولایت مفهومی نخواهد داشت. با وجود نزدیک به 150 هزار نظامی خارجی در کشور در 12 سال گذشته، حکومت افغانستان کار برای گرفتن جنگ افزارها از نزد این افراد انجام نداده است. حالا که حل بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از کشور است، پرسش اینجاست که پس از این حکومت افغانستان با این تفنگ سالاران چی خواهند کرد؟ احمد جودی زیار جاهی، طلوع نیوز، ولایت غور. در انفجار امروز در شهر کندهار 4 غیر نظامی کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی کندهار میگوید که این رویداد برخواسته از انفجار مواد جاسازی شده در کراچی دستی بوده است. با این همه گزارش موجود است که در بیشتر حملات انتحاری بیشتر غیر نظامیان آسیب می‌بینند. در حمله انتحاری روز شنبه در شهر جلال آباد بیشتر کودکان که برای آموزش‌های دینی به مسجد رفته بودند کشته شدند. در این رویداد سه کودک از یک خانواده کشته شدند و عازم آرش درباره خانواده این سه کودک از شهر جلال آباد گزارش آماده کرده است که تقدیمتان می‌شود. حمله انتحاری روز شنبه در شهر جلال آباد کودکان را قربانی گرفت و خانواده های این کودکان را به غم و اندوه نشاند. تجربه مکتب که سلورم سم کیو دا بل نه هم سم کیو او په دغه جمعه کې هم دو بعد وخت درس ویلی او دا جمعه ما خچې و د سلو خلک کې نسو مس د مولا هم د جمعه ټول نس بود نور نس. عمران برادر کوچک ابراهیم و همایون درباره رویداد اینطوری چشم دیدش را میگوید. بم چوال ټول پکې وای ته اخی خپل ماته شو دوی برین جمعه ته من د کور چا په دې دی و غنیم شو بس ما این دل ته ولاګی دا غم ولې د مو او ساحل په کوم په خپل او چې کې ولې دا ته ولې مر شو. این مرد نیز پسر 4 ساله اش را در این رویداد از دست داده است. این پدر که از فراغ فرزندش درد فراوانی دارد، حکومت را به بی‌پروایی در برابر شهروندانش متهم می سازد. دولت و حکومت خو نشت اما هغه پخوانی وخت اما هغه پخوانی مخ کې خوزانو مو انقلاب د پخوانه به بس تخمن راغې خلک به در منځوي سپه یو په کور کې به پنځه شپږ مړي پیدا اوس خو دولت هم شته حکومت هم شته دی دوه پنځوس مملکت راغلي دلته پوه شي د
د امنیت په لحاظ باندې په دې په سر د هغې هماغه د انقلاب وختونه اوس هم روان دي. این مسجد دیروز در نتیجه حمله هندتاری تخریب شده است و در کنار تخریب شدن این مسجد 10 تن کشته شدند و 23 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود کسایی که کشته شده همه کسانی بودند که در این مسجد برای خواندن قرآن عظیم شان آمده بودند و بسیاری از کشته شدگان هم کودکان هستند. سیداز مارش، تولو نیوز، شهر جلال آباد، ننگرهار. روزنامه آرمان ملی در یک گزارش می گوید که معاون بانک مرکزی جزئیات حراج دلار را از سوی بانک مرکزی پیشاپیش به برادرش افشا می کند. برادر خان افضل حددبال معاون بانک مرکزی در سرای شاهزاده شهر کابل صراف است. ادارای مبارزه با فساد دارین کار را دور از احتمال نمی داند و می افزاید که معاون بانک مرکزی دو پرونده دیگر نیز در این اداره دارد که پرونده هاش به دادستانی کل فرستاده شدند. اتحادیه ملی صرافان هرچند درباره این موضوع اظهار بیخبری می کند اما می افزاید که اگر چنین کار انجام شده باشد صرافان دیگر را زیان می زند. اما خان افضل حددبال این اتهامات را به شدت رد می کند. شکیل ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می دهد. بانک مرکزی عرفته برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی میلیون ها دلار را بار و اندازی مجالس داوطلبی به صرافان سرای شهزاده عرضه می کند. و در این میان آرمان ملی گزارش هایی را نشر کرده است که خان افضل حددبال معاون اول بانک مرکزی مشخصات ارزی دلار را پیش از حراج به برادرش که مالک صرافی انصاف است افشا می کند تا وی بتواند سود هنگفته از این معامله ها ببرد. راجع به این موضوع قطمم شنیدیم ولی سند پخته طالب دست من آمده. راجع به آقای حددبال من یک چیز خدمت شما بگویم که وقتی که من کابل بانک مسائلش تحقیق میکردم یک لستی که از کابل بانک بر من داده شده بود هم جناب خودشان تقریبا در حدود 380 هزار دلار از کابل بانک قرضدار بودند، همی برادرشان نور افضل 380 390 هزار. باز ما هم ولس با وزارت به چیز به سانوالی روان کردم. این هم صرافی انصاف که مربوط به برادر خان افضل حددبال معاون اول بانک مرکزی است. این صرافی از 4 سال بدین سو در سرای شهزاده ایجاد شده است. برادر معاون اول بانک مرکزی این ادعا را رد می کند و می گوید که وی در صرافیش تنها حواله های پول را اجرا می کند و در داوطلبی ها برای خرید دلار شرکت نمی کند. اما حاضر نشد تا در برابر کمره صحبت نماید. اتحادیه ملی صرافان هرچند از این موضوع اظهار بیخبری می کند اما به دست گرفتن نبض بازار را از راه های نادرست به زیان دیگر صرافان می داند. اطلاع خاص ما ندارم، تو فکر نمیکنم که اینطور یک موضوعی باشه با از طرف معاون بانک. این مسئله اگر باشه و اگر اینا این کار بکنن برای نرخ اسعار و یعنی فوق العاده تاثیر منفی داره و این یک جفا به حق صرافای دیگه هست. اما خان افضل حددبال که اکنون برای ادای حج عمره در عربستان به سر میبرد این ادعاها را به شدت رد میکند. در ماه‌های اخیر ارزش دلار در برابر افغانی به گونه چشمگیر افزایش داشته است و همین پدیده سبب شد که بانک مرکزی دلار بیشتری به بازار عرضه کند. ادامه خبرهاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. کاخ سفید از رئیس جمهور تازه ایران میخواد تا نگرانی های جامعه جهانی را در پیوند با مسئله اصلی این کشور از میان بردارد. سخنگوی کاخ سفید میگوید که حکومت تازه ایران باید بر بنیاد تعهدات جهانیش عمل کند و میافزاید که رهبری تازه ایران برای پیدا کردن راه حل صلح آمیز باید به مسئله اصلی این کشور دست به کار شود و نباید فرصت های تازه را از دست بدهد. پس از آن که حسن روحانی بعث هفتمین رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد کرد، کاخ سفید یک بار دیگر بر حل مسئله بحث برانگیز هسته ایران از راه گفتگو تاکید می‌ورزد. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که رئیس جمهور تازه ایران باید نگرانی‌های جامعه جهانی را در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور جدی بگیرد. وی می افزاید که حکومت تازه ایران بهتر است که با غرب بر میز گفتگو بنشیند و نباید هم مانند گذشته ها وقت کشی کند.
در همین حال شمار زیاد از شهروندان ایران که از نابسامانی های روزافزون اقتصادی رنج میبرند از حکومت تازه کشورشان میخواهند تا برای از میان برداشتن تحریم های جهانی بر این کشور بیدرنگ دست به کار شوند. بحث هسته‌ای رو که گفتم، بحث هسته‌ای خیلی تأثیر میذاره در بازار ایران، در بسترهای سرمایه گذاری در ایران. اقتصادی که چرخش متوقف شده یا لنگ میزنه، این چرخ رو آروم آروم به حالت عادی برمیگردونه. درخواست تازه کاخ سفید برای پیدا کردن راه حل به مسئله هسته‌ای ایران در حال صورت میگیرد که حسن روحانی رئیس جمهور تازه ایران گفته است که اگر جامعه جهانی پاسخ مناسب از ما میخواهد، باید نه با زبان تحریم بل با زبان تکریم سخن بگوید. در جریان حکومت 8 ساله محمود احمدی نژاد، ایران در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به خواست‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان پاسخ پذیرفتنی نداد و در نتیجه افزایش تحریم‌های جهانی بر ایران باعث گردید تا مردم این کشور با دشواری‌های اقتصادی روبرو شوند. با این همه اکنون نه تنها مردم ایران بل جامعه جهانی انتظار دارند تا حسن روحانی سرانجام به مسئله هسته این کشور با غرب رای حل پیدا نماید. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. خبرنگاران در بخش‌های قبایلی پاکستان در کار اطلاع رسانی با دشواری ها روبرو هستند. مسئول اتحادیه خبرنگاران بخش‌های قبایلی پاکستان در گفتگو با طلوع نیوز می‌گوید که آزادی رسانه‌ها در این بخش‌ها بسیار محدود است. این اتحادیه می‌گوید که تاکنون 13 خبرنگار در بخش‌های قبایلی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا بستن سفارت‌هایش را در شمال آفریقا و خاورمیانه برای یک هفته تمدید کرد، هرچند آمریکا به روز یک شنبه 21 سفارت و قنصلگری هایش را به علت تهدیدهای شبکه القاعده در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا بست. اما اکنون تعطیلی 19 سفارت آمریکا در شمال آفریقا و خاورمیانه برای یک هفته تمدید شده است. همزمان با ادامه اعتراضات هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با رهبر جنبش اخوان المسلمین در زندان دیدار کردند. قرار است جان مکن و لینسی گراهام، دو سناتور آمریکایی نیز فردا وارد مصر شوند. دیدبان حقوق بشر از کشته شدن بیش از 200 تن در حمله های موشکی ارتش سوریه خبر می دهد. این نهاد می گوید که ارتش سوریه برای سرکوب جنگجویان مخالف در بخش های مسکونی از موشک های بالستیک کار می گیرد و تنها از ماه فوریه تا جولای 215 تن در نتیجه این موشک ها کشته شدند. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. نمایندگی موتورهای شورلی در حدود 50 میلیون دلار را در کابل و دوبای برای عرضه این موتورها به افغانستان سرمایه گذاری کرده است. مسئولان این نمایندگی در کابل میگویند که تنها در حدود 6 میلیون دلار را برای وارد کردن پرزه‌های این موتورها سرمایه گذاری کرده است و در صورت تقاضای بیشتر به این موتورها سرمایه گذاری بیشتر برای عرضه موتورهای شورلی در افغانستان صورت خواهد گرفت. شهلا مرتضی گزارش می‌دهد. نمایندگی فروش موترهای شورولت در افغانستان نخستین نمایندگی از یک شرکت معتبر موترسازی جهان است که به گونه رسمی در افغانستان موترهای مدل سال را با نام شرکت اصلی عرضه می‌کند. مسئولان این نمایندگی می‌گویند موترهای شورولت که به افغانستان وارد می‌شوند با فناوری عصری مجهز هستند و با امکانات موجود در افغانستان سازگاری دارند. اولین خصوص موترهای 0 کیلومتر است. موتل های 2013 است. بعد از او مثلا اگر ببینین شما در مورد 3 سال ما برشان بعد از فروشات وارنتی میدیم که کدام پروزه جاتش اگر از طور منفکچر کمپنی که از خراب میشده باشه برشان مفت پس اثر جور میکنیم. 3 سال برشان سرویسیز هم بعد از فروش سرویسیز میدیم که کم از کم سال 2 دفعه باید از پیش ما سرویس بکنن موتر آمده، یا 6000 کیلومتر یا 6 ماه، هر کدامش که زودتر باشه.
هرچند بازار موتر افغانستان در انحصار موترهای تویوتای ژاپن است، اما مسئولان نمایندگی شورولت میگویند که پیش از سرمایه گذاری در بخش واردات این موترها به افغانستان، بازار کشور را مطالعه کردند و با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش، موترهای شورولت میتوانند بخش چشمگیری از بازار را در اختیار بگیرند. با این همه زنان شاغل و بازرگان افغانستان به خاطر احتمال از دست دادن کاروبارشان پس از سال 2014 میلادی نگران هستند. این زنان میگویند که با خروج نیروی خارجی از افغانستان و احتمال رکود اقتصادی ممکن است که آنان کاروبارشان را از دست بدهند و نتوانند برای خانواده هایشان درآمد کسب کنند. از سوی هم آنان به خاطر روی کار آمدن حکومت مخالف کار با حقوق زنان ابراز نگرانی میکنند. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کند. سلام دوستان، به شن رویداد ورزشی خوش آمدید. 29 ماه اسد تیم ملی فوتبال افغانستان از تیم ملی فوتبال پاکستان پذیرایی می کند. فدراسیون فوتبال افغانستان در یک نشست خبری امروز اعلام کرد که این بازی زیر نام دوستی با میزبانی افغانستان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این دیدار تحکیم روابط دوستانه ورزشی میان افغانستان و پاکستان گفته شده است. در این نشست خبری فدراسیون فوتبال کشور اعلام کرد که این نهاد تلاش میکند تا با برگزاری چنین بازی ها روابط دوستانه و ورزشی را با تمامی کشورهای همسایه گسترش دهد. ارتباطات نیک را که ما ایجاد میکنیم به منظور ایجاد یک روابط نیک فوتبال بین پاکستان و افغانستان، بین جوانان افغانستان و بین فدراسیون فوتبال پاکستان و فدراسیون فوتبال افغانستان است. هدف از این بازی نشان دادن توانایی میزبانی افغانستان از رقابت‌های خانگی خودش به فیفا و کشورهای دیگر گفته شده است. افغانستان تعلقات نزدیک از لحاظ دینی، از لحاظ لسانی با پاکستان داره و ما میتونیم این مسابقه را که به نام مسابقه دوستی ایجاد کردیم، ما بتانیم از این مسابقه دوستانه یک جنبه دوستی را بین مردم افغانستان و مردم پاکستان داشته باشیم. در این حال شرکت مخابراتی روشن پشتیبانی از ورزش را در روحیه دادن به ورزشکاران و پیشرفت ورزش در افغانستان سودمند می داند. سرنگچ روشن دی روشن افغان دومرای لیگ، یعنی لیگ برتر لگه ترکوی موگ دوسته لوبه دی لگه سیما هم په طبیعی دول پا افغانستان که دی فوتبال دی ملاتر ادامه برو. این دیدار که در ورشگاه فدراسیون فوتبال برگزار می شود از تلویزیون های طلوع و لمر به گونه زنده نشر خواهد شد. آخرین باری که افغانستان میزبان رقابت های فوتبال بود برمیگردد به سال 1355 در دوره حکومت سردار داوود خان. در آن زمان افغانستان میزبان جام 26 سرطان بود و در آن رقابت ها تیم های ملی ایران، تاجیکستان، هند، پاکستان و دو تیم از افغانستان شرکت کرده بودند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 30. جلال آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.